شب بخیر. نگاهی به پادشاه ناسو. همه ما می دانیم که هر کلمه و کلمه ای که در توراه آمده با دقت مطرح شده و وجود هر کلمه برای بیان هدفی که توراه داره لازمه. خیلی تعجب می کنیم یه اتفاقی است که بارها و بارها در توراه آمده است، یا حداقل 3 بار، و هر باری هم با یه لباس دیگه و با یه ارتباط دیگه. منظور برپا کردن مشکانه. اولین باری که برپا شدن مشکان آمده در کتاب شموت هست، همونطور که میگه و ای بحر شاریشون به حال خودش حکم همشکان. در کتاب شموت آمده، در قماش شموت، و واقع شد در ماه اول، در اول ماه مشکان مسکن تجلی برپا شد. در اینجا در پادشاه شموت، در قماش شموت، تورا چگونگی ترکیب شدن، سوار شدن و اسمبل شدن اجزای مختلف مشکان را به وسیله موشه و به دستور او بیان میکنه. و بعد میگه که بعد از برپا شدن مشکان نور الهی متجلی شد. چگونه متجلی شد؟ شخینا چگونه در مشکان متجلی شد؟ مینویسه که با پوشانده شدن به وسیله ابر غلیظ، یعنی خیمه اجتماع را، مشکان را ابری پوشانید و جلال خداوند مشکان را پر کرد. توی که اینجا در تورا میگه در خماش شمود به وسیله تجلی ابرها، نشان اینه که خداوند متوجه مشکانه و اصطلاحا ما میگیم شخینا به این صورت ابر در اینجا متجلی شد. بار دوم موضوع برپا شدن مشکان در پارشای شمینی، یکی از پارشای ویقرا، قماش ویقرا آمده. در اینجا مشکان به صورت عبادت روز هشتم که همون روز اول نیسان بوده بیان شده و تأکید شده، یعنی بعد از 1 هفته تمرین کهنیم روز هشتم رسما عبادت خانه خدا شروع میشه، روز افتتاح مشکانه. کهنیم در چنین روزی عبادت‌های خودشون را و مراسم خودشون را در مشکان آغاز می‌کنند. این عبادت مقدس. تجلی خداوند در پارشای شمینی به چه صورت آمده؟ به صورت اینکه آتشی از آسمان نازل میشه و قربانی‌های سوختنی و پیها را در روی قربانگاه که بیرون قدش هست می سوزانه، و تجلی شخینا را در پارشای شمینی در خماش و اقرا به این صورت تو را معرفی میکنه، آمدن آتش از آسمان. در خماش شمود ابر غلیظ مشکان را احاطه کرد، اون طور معرفی میکنه، اما در خماش و اقرا و در پارشای شمینی به صورت آتشی که از آسمان میاد و قربانی های سوختنی را و چربی ها را می سوزانه تجلی خدا بیان شده. اما در جای سوم در کتاب بمیدبار در پارشای ماه هفته ناسو نوشته و هی بیام کلود موشه لحاکم دمشکان، و واقع شد در روز پایان کامل کردن موشه برای برپا کردن مشکان. اینجا صحبت از رؤسای جامعه اسرائیله، تأکید بر اینه که اولا رؤسای جامعه هدیه و قربانه میارند، هر کدامشون جداگانه برای خداوند، و تجلی خداوند و اشرای شخینا به وسیله اینی که صدای الهی از بین کروبی ها از قدس الاقداس خودش خداشیم به موشه میرسه و
خداوند تورا را به او از بین کروبی ها یاد میده. سه جور در سه پاراشا تجلی خدا معرفی شده و چگونگی برپای مشکان، برپا شدن مشکان هم تعریف شده. پس چرا با هم فرق میکنه؟ چرا هر بار یه چیز دیگری را میگه؟ چرا تجلی خداوند یک بار به صورت ابر معرفی میشه، یه بار آتش از آسمان میاد، یه بار صدای الهی است که از بین کروبی ها میاد بیرون در سه خماش؟ به نظر میرسه که هر بار تورا از یه نگاه دیگری به تجلی خدا نگاه میکنه. ربی یهودا هلوی در کتاب کوزاری میگه و تشبیه میکنه تجلی شخینا را در اسرائیل مثل ارتباط نشاما و جسم در وجود انسان. ربی یهودا میگه، هلوی میگه برای اینکه جسم زنده بمونه و بتونه مسکنی برای تجلی برای نشاما باشه، جسم باید بالانس باشه. تمام اجزای جسم باید با هم هماهنگ باشند. او میگه اگر این هماهنگی به صورت دراستیک و بسیار شدید به هم بخوره، سیستم ها از هم میپاشند، جسم میمیره و نشاما جسم را ترک میکنه. ساختمان مشکان مثل ساختمان جسمه و تجلی خدا در این مشکان مثل نازل شدن نشاما در جسمه. پس تورا میاد و میاد و تمام جزئیات ساخته شدن مشکان را از لحاظ فیزیکی برای ما بیان میکنه، قدم به قدم، چوب، تخته، لولا، رنگ، پرده. واقعا این همه بیان کردن جزئیات برای چیه؟ برای اینکه بخواد بگه همان طوری که جزئیات مشکان مهمند، هر تخته و هر پارچه مهمه، جسم انسان هم تمام اجزاش برای نگه داشتن نشامای الهی وجودش لازمه و ارتباطش با جزء دیگه بسیار مهمه و این مسئله بسیار مهم است. میبینیم که در گفتار حخامیم ریشونیم که گفتن برای بیت المقدس دو هدف مهم وجود داشته. یکی این که بیت المقدس لازم بود که تجلی خداوند در اون آشکار بشه. اسرائیل ها می رفتند برای زیارت خانه خدا. برای چی می رفتند؟ برای چی هدیه می بردند؟ برای چی که قربانی می بردند؟ برای اینکه حس کنند نورانیت الهی را. اما به چه صورت؟ شخینا به چه صورت در مقدس وارد می شد؟ از بالا به پایین. این یکی از اهداف بود که نور الهی در خانه از بالا، از علیین، از دنیاهای روحانی پایین بیاد. یه هدف دیگری هم برای بیت المقدس بود، برای مشکان بود، خانه برای عبادت و برای قربانی ها. عبادت و قربانی ها به چگونه بود؟ از پایین به بالاست. انسان قربانی میبره و این از پایین این روحانیت به بالا به سوی آسمان معنوی میره. این موضوع روشنگر چیه؟ بر اینه که دو جور درباره برپا شدن مشکان صحبت شده. در کتاب شموت تورا برای ما شرح میده چگونه مشکان برپا میشه. از اون هدف اولی که گفتیم، برای اینکه خانه‌ای برای تجلی خدا ایجاد بشه. بنابراین میاد و تمام جزئیات این مشکان را برای ما شرح میده، مثل ارتباط تمام بدن، استخوان‌ها، پی و رگ و تمام اجزای بدن، که بدن باید اول باشه، انسان زنده باشه فیزیکی و جسمی،
همانطوری که در مشکان هم در سفر شمود، در خماش شمود تجلی شخینا با ابری که میاد و قرار میگیره در این خانه توضیح داده میشه. اما در پارشا شمینی تورا برپا شدن مشکان را برای هدف دومش به ما توضیح میده، برای تقدیم قربانی ها. بنابراین پیش از این موضوع میاد و در کتاب ویقرا تمام قوانین قربانی را به ما یاد میده. و وقتی به پارشای شمینی میرسیم شروع میکنه و بگه که عبادت کهنیم به چه صورته، شروع قربانی ها و انجام مراسم در روز اول. اون موقع تجلی خداوند به وسیله آتشی که از آسمان میاد به قربانی ها را میسوزانه تلقی میشه. اما یادآوری سوم مشکان در پارشای ما در این هفته، در پارشای ناسو، دوباره از ساختن مشکان صحبت میکنه. ما الان توی بیابان هستیم، بمیدبار بیشتر به واقعیاتی که در بیابان اتفاق افتاد میپردازه. اما یه دفعه دوباره میاد یک بار دیگه از ساختن مشکان، آماده شدن مشکان و برپا شدنش صحبت میکنه. اینجا برای چی؟ برای چی بار سوم از ساخته شدن مشکان صحبت میشه؟ و از نوع دیگری از تجلی خدا، از زاویه دیگری این موضوع رو بیان میکنه. در پارشای بمیدبار و در پارشای ناسو تورا به طور مفصل و جزئی جمعیت و سرشماری و تعداد افراد اردوگاه های قبایل اسرائیل را می نویسه و شرح می ده. در ابتدا می شماره که رؤسای قبایل کی بودند، بعد تعداد سپاهیان هر لشکری را، هر سپاهی را، هر قبیله را جدا جدا برای ما با تعداد دقیق افراد معین می کنه. و بعد میبینیم که تورا میاد و چند گروه این قبیله ها را در زیر یک پرچم قرار میده و هر سه قبیله را در زیر یک پرچم و دوباره هر قبیله و قبیله را میشماره و جمعیت کل را هم آمار را به ما خاطر نشان میکنه. سوال اینجا مطرح میشه، این همه طول و تفصیل برای چه؟ خیلی کوتاه میتونست بگه و خیلی ساده و در چند جمله خلاصه بکنه و لیست تعداد افراد را، اسم اسامی را و اینها را به ما بگه. برای چه اینقدر تکرار میکنه و کلمات را تکرار میکنه؟ برای هر قبیله دوباره، برای هر شبتی، برای هر پرچمی. و این میتونست در دو جمله همه را خلاصه بکنه. این خیلی شبیه پارشای و پارشاهای شموت. در پارشاهای شموت هم ساخته شدن مشکان جز به جز گفته میشه، مثل پارشای ناسو که جمعیت و تعداد قبایل جز جز و به به صورت مفصل بیان میشه. شباهت داره به همون روشی که تورا در مشکان به کار میبره. برای چی؟ برای اینکه بخواد بگه همون طوری که هر جزی از مشکان مهم بود، هر تکه چوبی، هر تختهی، هر پارچهی، هر لولایی، هر رنگی، همه چی مهم بود، برای که شکل بگیره جسم مشکان، دنیای مادی مشکان، همانطور هم انسانهایی که میشند اردوگاه شخینا، قوم اسرائیل و اون دوازده شباتیم که میشند محل تجلی مشکان، هر کدام از افرادشون مهمند و باید باشند و باید به حساب بیاند و هر کدام یه مهرند تا این اردو را کامل کنند، تا بتونن نور شخینا را به پایین بیارن و در خورشون قرار بدن.
همانطوری که ربیع حلوی در کتاب کوزاری میگه، دقتی که در جزئیات ساختن مشکان گفته میشه به ما یاد میده بر اهمیت ساختن سیستم جسم انسان. جسم انسان هم یک مشکانه و یک ظرفه که بتونه نور الهی را در وجود خودش نگه بداره، و به همین خاطر ساخته شدن بنیان و ساختمان مشکان اینقدر مهمه که باید به تفصیل گفته بشه. پس میبینیم اون ظرفی که باید تجلیگاه شخینا باشه فقط مشکان نیست، بلکه تمام اردوگاه اسرائیل، تو که در پادشاه ناسو میاد و این موازی میشه با اون چی در پادشاه های شموت اومده. همانطوری که اون اجزای مشکان مهمه، اجزا و افراد جامعه اسرائیل هم هر کدومشون مهم هستند. همانطوری که دقت میکنیم در اهمیت هر تختهی بر پردهی در مشکان، باید دقت بکنیم در وجود هر یهودی، هر انسانی که به خدا نزدیکه، هر انسان خدا پرست. همانطوری که تجلی شخینا در روی زمین بستگی داره به چگونگی متصل شدن اجزای مشکان، همینطور هم بستگی داره به متحد شدن، ارتباط برقرار کردن و یکی شدن کل جامعه اسرائیل. و این بار سومه که در پارشای ما درباره برپا شدن مشکان صحبت میشه و میبینیم که مشکان برپا میشه در جایی که قلب اردوگاه اسرائیله و تجلی هم در همین موقعیت. اسرائیل و مشکان هر دوی اونها عامل پایین آوردن نور شخینا از الوهیت. به همین خاطره که ما میبینیم جزئیات قربانی هایی که رؤسای جامعه اسرائیل میارن یکی یکی شمرده میشه و بیان میشه، هرچند اینا به هم شبیه هند. این نشاندهنده ارتباط تمام قبایل اسرائیل و نشاندهنده نیت حتی متفاوت هر کدام از اونهاست. هر رئیس قبیلهی شاید با نیت دیگری، با کوانای دیگری این هدایا را میاره، هرچند و همه اونها چیزی که برات میشه و به دلشون خطور میکنه به هم شبیهه. مثل تفیلای که ما میخونیم و همه یه جور تفیلا میخونیم، کلمات تفیلای ما به هم کاملا شبیه یکی هست، ولی نیت ها و کبانه های ما ممکن هر کدوم با هم فرق بکنه، خواسته های هر کدوم از ما با هم فرق بکنه. این خیلی شبیه به اون هدایا که رؤسای جامعه اسرائیل آوردند. و در پارشای ناسو تجلی شخینا با صدای الهی است، صدای از جانب خداست که از بین کروبی ها در قدش خداشیم به مشه میرسه، که اونجا خداوند تورا را به تمام جامعه اسرائیل از پیر و جوان، مرد و زن و هر کی از هر قبیله و هر موقعیت برای همه اونها داده میشه. امیدواریم که مزکی بشیم که هر چه زودتر صدای شخینا را بار دیگر از مقداش او در خانه او در یروشالیم در بیت المقدس بشنویم و درک بکنیم. شبات شالوم و مبارک.